خانم مرجان پس از 4 دهه پایداری در برابر نظام زنستیز و تحمل زخم تبرداران در زندان و حمایت از مجاهدین و مقاومت ایران پر کشید و جاودانه شد. خوش رنگ و برومندم، ببین پربرگ و پرشاخ و تنومندم، اگرچه زخمی از کین تبرداران، ولی کن ریشه در خاکم، چنینم من شکوه مندم. خانم مرجان متولد سال 1327، از سال 1348 وارد عرصه هنر و سینما و سپس خوانندگی شد. در سال 1359 به خاطر اجرای ترانه وطن اثری توسط شادروان عماد رام دستگیر شد و در تیر 1361 بار دیگر به خاطر هواداری از مجاهدین دستگیر و ماها در سلول انفرادی تحت فشار قرار گرفت. من یادمه که وقتی که دستگیرم می‌کردن، نه التماس کردم، نه ناله کردم، نه گریه کردم، ولی لحظه جداییم از بچه ها اصلا نمیتونستم جلوی اشکم رو بگیرم. خانم مرجان در سال 1380 موفق به ترک ایران شد و به مجاهدین پیوست. او در یکی از نامه هایش به مریم رجوی نوشت: مریم خط بطلانی است بر تهجر و واپسگرایی حاکمان ایران عزیز. دوستت دارم و باورمندم که در نهایت پرچمی را که از مسعود به امانت گرفتی بر بلندای تاریخ مبارزات ملت ستم دیده ایران خواهی برافراشت. سلام بر مرجان، صدای شورش زن ایرانی در برابر نظم ارتجاعی حاکم. او با شورشش بر آنچه که بود و هست بر این حقیقت گواهی داد که تعهد انسان به آزادی بزرگترین سرمایه اوست و در دوران تاریک ارتجاع و اختناق هنرمند مردمی باید به این تعهد بزرگ بپیوندد.